سلام دوستان وقتتون به خیر باشه تصور کنید شما در حال یک بازی رایانه‌ای هستین به شکل کاملا آنلاین با چهار پنج نفر رفیق شدین میگین آقا فلان حرکت رو بزنیم فلان داستان رو پیش ببریم ما بتونیم پیروز بشیم توی این بازی و طرف مقابل شکست میکنی. یه خورده میری جلوتر بازی میکنی بازی میکنی بعد بچه ها به همدیگه ایده میدن مشورت میدن به جهت اینکه یک تیم بر دیگری غالب بشه بعد متوجه میشی یکی از کسانی که داره مدیریتتون میکنه و شما رو جلو انداخته اصلا آدم نیست یه ربات داره هدایتتون میکنه و شما هیچ کجای بازی نه تو لحنش نه تو نوع دیالوگ کردنش نه تو نوع رفتارش متوجه این مسئله نشدید حس شما نسبت به این داستان چیه اگر در حقیقت این اتفاق بیفته چی مثلا در یک مسئله حیثیتی یکی یه نقش لیدری بگیریم ما پشت سرش بریم پشت دستش بازی کنیم بعد بفهمیم کلا اصلا چیزی به نام آدم پشت قضیه نبوده و یک سیستمی تلاش کرده است که ما رو هدایت بکنه این اتفاق در حوزه هوش مصنوعی الان داره تمرین میشه کارهایی دارن میکنن رو چیزهایی دارن کار میکنن رو پروژه هایی دارن وقت میذارن که بتونه در آینده بشر را برای پذیرش بعضی چیزها قانع بکند کما اینکه شاید تا الان اتفاق افتاده باشه ما بدونی که بفهمیم قانع شده باشیم میخوایم بریم گزارش بخونیم این گزارش گزارش قابل تعملی هست از فارن اومده همین مسئله رو توضیح داده و در ادامه یه چیزی رو سعی کرده بگه و اونم اینه که ما باید بتونیم جلوی کسانی که میخوان این کارها رو انجام بدن بگیریم یعنی مثلا کیا ممکنه بخوان این کار رو انجام بدن جلو اونایی که مرکز اعتدال هایی که قرار هست ساخته بشه و در عربستان و در جاهای دیگر حالا اینو تو حوزه سایبریه ولی مراکز این شکلی که میخوان در حوزه هوش مصنوعی بسازن یا اونایی که تو آمریکا میسازن تو غرب میسازن جلو اینا رو میخواد بگیری قطعا نه منظورش ماها هستیم یعنی میگه ما یه تمدنی ساختیم این تمدن رو داریم میبریم جلو به عنوان تمدن غرب بالا شهر دنیا از هر کجای دنیا نیروی کارمون هم بیفته زمین داغون بشه بدبخت بشه از جاهای دیگر دنیا یه سری آدم میاریم برای ما این سیستم رو حفظش بکنن مورد تهاجم نباید قرار بگیره با رسانه باید حفظش بکنم با شبکه اجتماعی باید حفظش بکنم با خوش مصنوعی باید حفظش بکنم تهاجم هم باید بتونه بکنه و دیگه فقط با رسانه و سینما نمیتونه تهاجم بکنه باید بتونم بقیه رو قانع بکنم باید بتونم کارهای شکلی انجام بدم پس از بابت خودش نگران نیست از این بابت نگرانه که این اتفاق علی خودش بیفته حالا آخرش سه تا راهکار داده برای کسانی که در حوزه هوش مصنوعی ممکن است بخوان تصمیم ساز باشن این راهکارها میتونه قابل تعامل باشه که داره توضیح میده چه کارهایی باید بکنن جلوی این تهاجم ها رو بگیرن میخوایم بریم گزارش رو با هم بررسی بکنیم وسطش نکاتی دارم مفصل خدمت شما عرض کرد ابتدای گزارش اومده توضیح داده گفته سال 2016 حملات سایبری علیه روس ها ببخشید علیه آمریکا توسط روسیه اتفاق میفته داره اشاره میکنه به ادعای آمریکایی ها که میگفتن تو انتخابات تقلب شده روس ها اومدن روی انتخابات اثر گذاشتن و در نهایت بر انتخابات آمریکا و نتایجش تاثیر گذاشتن میگه اون موقع همچین اتفاقی افتاده این در حال از طریق فاز سایبر اتفاق افتاده و شما تصور بکنید اینها بتونن امکاناتی داشته باشن این امکانات بهشون کمک بکنه که اولا پیام های جذاب تولید بکنن دوما بتونن با کاربرها به شکل بهتر و خاصری صحبت بکنن قانعشون بکنن و اینها رو با خودشون همراه بکنن میگه پس میتونن موثرتر کارهایی از این دست انجام بدن با این مقدمه میخواد به اینجا برسه که پس ما نیاز داریم راهکارهایی پیدا بکنیم این راهکارها به ما کمک بکنند در جهت کسانی که ممکن است هوش مصنوعی علیه ما استفاده بکنند یه راه مقابلی باشون پیدا بکنه همین الان شما احتمالا در جریان هستین دوستانی که از هوش مصنوعی به ویژه در حوزه تصویری و تصویرسازی استفاده کردن ابتدای ماجرای جنگ قز تعریف میکردن من خدمت شما گزارشش هم ارائه دادم مثلا میگفتش که وقتی یه تصویر زیبا میخوای بسازی و با کارکتر حاج قاسم از این کارکتر میخوای استفاده بکنیم بعضی از اینها تعریف شده است به شکلی که این تصویر رو به شما ارائه نده و اگر مثلا از پیروزی غزه از پیروزی حماس حرف زنی به شکلی این رو مدیریت میکنی که تصویر به شما نده از نابودی غزه صحبت بکنی از حیث از این دست به شما محتوا ارائه میده یعنی بعضی هاش رو داره به این سمت هدایت میکنه بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم در ادامه به این اشاره کرده گفته که در شرایطی که ابزارهای هوش مصنوعی جهان در حال درنوردیدن دنیا هستند دشوار هست که بتوانیم تصور بکنیم که آنها که میخواهند کارهایی برای اثرگذاری انجام بدهند از این وسایل استفاده نکنند یه مثال زده گفته ما رفتیم از یک مدل هوش مصنوعی خواستیم متنهای مختلفی طراحی بکنه که ما بتونیم از این متنها برای اثرگذاری بر دیگران استفاده بکنیم حالا جزئیاتش رو نگفته ولی گفته نتیجه ای که به ما ارائه داده شگفتانگیز بوده یعنی تا همینجای کار احتمالا اینها موفق شدن به وسیله متنهایی که توسط اون هوش مصنوعی تولید شده تو بعضی از اکانت های شبکه اجتماعی روی مخاطب اثر بذارن اینو داره احتمالا میگه من قبل از اینکه گزارشش بخونم میخوام یه نکته خدمت شما یادتون هست های قبلی گزارش منتشر شد که میگفتن در حوزه سایبری یک گروهی اومده یک گروه سایبری شناخته شدن که اینا توی آمریکا اومدن رو ایران کار بکنن و در فضای فارسی زبان روی دو تا مسئله متمرکز بودن یک قطعی برق در دوره حسن روحانی سالهای پایانی دولت حسن روحانی که میخواستن از طریقش مردم تحریب بکنن دو پروژه ویژهشون تمسخر شطرنج شطرنجبازه ایرانی بوده یا اثر استفاده کردن از شکست شطرنجبازه ایرانی و نرسیدنشون به مسابقه آنلاین وقتی که برق شده داخل ایران من سوالم از شما اون موقع این بود که آقا چرا مثلا یه رسانه آمریکایی باید بیاد بگه یه گروه سایبری در ایران متمرکز بوده خاصه همچین کاری بکنه و به اصطلاح خودمون 50 تا اکانت روی این متمرکز بودن چرا اصلا لو داده همچین چیزی رو و اینا چرا انقدر تابلو کار کردن که لو رفتن من حس میکنم در کنار این همه گروه سایبری که دارن متمرکز بر ایران این همه کارش مبتنی بر هوش مصنوعی بوده این داشته با هوش مصنوعی داستان تست می‌کرد دیدن تابلو شده خراب شده گذشتنش کردن من حس می‌کنم که این داستان همچین چیزی, چیزی. حالا بعد در جلوتر ببینیم به این ماجرا اشاره خواهد شد یا نه هرچند الان کارهای این شکلی دارن انجام میدن در ادامه گزارش اومده به یک مسئله اشاره کرده گفته که ما اومدیم یه چیزی رو تست کردیم این ماجرا مثل که برای سال 2020 میگه سال 2020 ما رفتیم یه مسئله رو تست کردیم یه نامه ای رو با مجموعه ای از اکانت های هوش مصنوعی اکانت هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکردن اولا تولید کردیم بعد فرستادیم برای تعدادی از اعضای کنگره از روی متن برای شما میخونم میگه نامه رو دریافت کردن میخواستیم بررسی بکنیم ببینیم احتمال پاسخ اعضای کنگره به نامه تولید شده توسط هوش مصنوعی چقدر است اگه با هوش مصنوعی بیا بگیم هوش مصنوعی یه تعداد نامه تولید کن اینا رو توش بگو با ادبیات مختلف بعدم با این اکانت بفرست برای یه سری آدم میخوایم ببینیم واکنشی میگه تنها دو درصد پایین تر از احتمال پاسخ به نامه های افراد حقیقی بود میگه همون شکلی که اینا نگاه میکردن به نامه های افراد حقیقی میگفتن این واقعی فیک نیست یا آدم اینو نوشه تقریبا اینا رو هم همین شکلی فهمیدن و پاسخ دادن داره زمینه رو فراهم میکنه میگه اگر در شرایط فعلی کسی بخواد از این ظرفیت استفاده بکنه به جهت اثرگذاری بر دیگران میتونه ما باید بتونیم باش مقابله بکنیم ولی تو فقط مقابله نیستا این وقتی رفته همچین چیزهایی رو تست کرده مطمئن باش برای مثلا نماینده که در ایران است و فلان سلبریتی که در فلان کشور است و فلان بازیگری که در فلان جا هستم از اینا استفاده خواهد کرد یعنی داره تست میکنه که علیه ما هم به کار بگیره بریم ادامهش رو ببینیم میگه چه بسا مدل زبانی که بعدها بتونیم ازش استفاده بکنیم که بیاد یه افکار سنجی دقیقی انجام بده بعد با کمک دلال داده ها و پلتفرم‌های های اجتماعی بفهمه از طریق افکار سنجی انجام شده چه شکلی یه محتوایی به اون جامعه هدف ارائه بده که اثر بیشتری داشته باشه میگه میتونن همچین چیزهایی رو علیه خود آمریکا هم استفاده بکنن و الان ممکن هست به سمتش کسانی حرکت کرده باشن ادامهش رو با هم بررسی بکنیم میگه یکی از چالش هایی که الان در حوزه سایبری برای اثرگذاری بر ادراک متأثر از هوش مصنوعی باش روبرو هستن اینه که اینا میخوان دنبال یه راهی بگردن اون راه کمک بکنه بتونن چت نفر به نفر انجام بدن آقا ما الان میخوایم اثر بذاریم تو انتخابات ایران بر درک کسانی که مثلا تو شبکه اجتماعی هستن به فلانی رای بدی یا به فلانی اصلا اهمیت این ماجرا کجا تعریف میشه داستان چه شکلی باید دیالوگ بکنیم ما باید دونه دونه با هم بشینیم دیالوگ بکنیم چت بکنیم به نتیجه برسیم میگه از طریق این ماجرا دارن روی این کار میکنن که بتونن هوش مصنوعی رو به کار بگیرن که او بیاد بشینه با افراد دونه دونه ب... چت بکنه افراد بدونین که متوجه بشن بخشی از ماجرا باشن ترسان کش کجا؟ میگه یه چیزی رو رفتن تست کردن در یک بازی آنلاین اومدن از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کردن اینو به عنوان یک شرکت کننده توی بازی آوردن و میگه توی بازی که شرکت کرده موفق شده بین ده درصد بالای شرکت کننده ها باشه مسئله کجا است میگه اگر مدل زبانی کنونی را میتوان آموزش داد که بازیگران را به گفتگو با خود در یک بازی ترغیب بکنند داریم گفتگو همون مسئله که اولش خدمت شما عرض کردم داریم بازی میکنیم یه چیزی بیاد شروع بکنه نقش لیدری بگیره ای چه خوب نمک میریزه مزه میپرونه این آدم با چقدر باهوشه باری کلا چقدر باهوشه چه خوب داره بازی رو پیش پشت دست این بازی بکنیم میگه اگر مدل های زبانی کنونی را میتوان آموزش داد که بازیکنان را به گفتگو با خود در یک بازی ترغیب کنند مدل های آینده شاید قادر باشند که افراد رو ترغیب بکنن که عملا اقدامی صورت دهند به یک گروه فیسبوکی بپیوندن یک درخواست را امضا بکنن یا حتی در یک اعتراضات شرکت بکنن از دوستان من که بازی آنلاین انجام میدن ممکن هست توی بازی رفته باشی بعد متوجه شده باشی یکی از بازیگران هوش مصنوعی بوده حتما همچین چیزهایی رو در این مدت برای ما در جوامع مختلف تست کردن که به اهدافی که میخوان برسن که در نهایت بتونه به همین جمله که گفت که اینا بیان بازی رو به سمتی هدایت بکنن شما از کجا در مثلا اعتراضات یا تظاهرات ها خط میگیری رسانه رسمی یا حکومتی مثلا در ایران یا فرانسه یا کجا که نمیاد بگه مثلا اعتراض بلونجه تو از شبکه های اجتماعی دنبال میکنی تو شبکه اجتماعی اکانت فیک است یا واقعی است اکانت هوش مصنوعی است یک انسان داره با شما دیالوگ میکنه مشخص میشی که مشخصه این داره به همچین چیزی فکر در غرب دارن به همچین چیزی فکر میکنن خطرش کجاست در در شبکه اجتماعی نگاه بکنی وقتی ایران به هم میریزه با فرانسه تفاوت وجود داره تو فرانسه تلاش میکنه فضا آروم بشه تو ایران این شکلی نیست تو ایران این شکلی نیست تو ایران تلاش میکنه که فضا بحرانی تر هوش مصنوعی هم دقیقا این شکلی خواهد شد یعنی از این ظرفیت برای بحرانی کردن اوضاع در ایران استفاده خواهند کرد برای مدیریت بحران در غرب هم به کار خواهد اومد بریم رو هم بررسی بکنید بله اومده یه نمونه دیگر رو مثال زده حالا این از تقلباشون توی انتخابات گفته من ازش عبور میکنم چون میتونه بدآموزی داشته باشه بعد آزمونای حساس پزشکی هم گفته ازش عبور میکنیم بریم بعدی رو با هم دیگه بخونیم بله این قسمت خیلی مهمه گفتم برای کسانی که ممکن هست بخوان از اینا ایده بگیرن این گزارش این قسمتش قابل تعامل بعد من نکاتی دارم خدمت شما به بهانه هم بخش ارسال کرد میگه در نهایت هر کسی بخواد الان در دنیا از هوش مصنوعی استفاده بکنه سه تا کار رو انجام بده این وقتی میگه سه تا کار باید انجام بده یعنی شما مطمئن باش نویسنده گزارشی که میاد میگه رفتیم ایمیل ساختیم و متن ساختیم متن فرستادیم برای نمایندای کنگره تو آمریکا فریب خوردن از هوش مصنوعی استفاده کردیم فلسطین بازیگر یه بازی بشه ملتی رو گذاشته سر کار جزء مثلا چند درصد در اول پیروز ها هم بوده اینی که اومده این کارا رو کرده مطمئن باش این راهکارهایی که میگه تو این داستان ها بشه میگه هر کسی بخواد از هوش مصنوعی استفاده بکنه برای اثر گذاری بر دیگران یا نفوذ یا از این دست در نهایت به سه تا چیز نیاز داره یک نیاز داره که دسترسی به یه مدل هوش مصنوعی داشته باشه یا بتونه از طریق پاره از نرم افزارها اینو بسازه یا بتونه سرقتش بکنه یا بتونه از یک سایت منبع باز دانلود بکنه یا به خدمات یک تامین کننده هوش مصنوعی دسترسی پیدا بکنه اینا رو گوشه داشته باشید جمع من کرد میگه اگر تونست به از طریق این بهش دسترسی پیدا بکنه در مرحله دوم به زیر ساخت نیاز داره مثلا به وبسایت ها یا حساب های تقلبی در شبکه های اجتماعی برای انتشار تبلیغات اینا بیان کمکش بکنن بتونه تولید محتوا بکنه اونجا استفاده بکنه میگه در مرحله سوم به افرادی که فریب بخورن در این ماجرا یا گمراه بشون نیاز داره حالا نکته کجا است خلاصه حرفی که میخواد بزنه اینه که تو اگر در فضایی که هوش مصنوعی داره میاد در شبکه های اجتماعی ببخشید در فضای مجازی سوار بشود بتونی یک تعریفی ارائه بدی که در این سه مسئله و بر این سه مسئله سیطره داشته باشی هم بر استفاده از هوش مصنوعی هم بر اینکه تولید محتواش رو میخواد بیاره در شبکه اجتماعی هم بر اینکه میخواد برای چه جامعه هدفی بفرسته میگه اگه بتونی تو این سه مرحله اثر بذاری یا رصدش بکنی یا مدیریتش بکنی مسئله حله مثال ساده میزنم یکی داره توی هوش یه متن نویسه تو بتونی این سایت رو طوری هماهنگ بکنی با یه شبکه اجتماعی که اون سایت تشخیص بده اون شبکه اجتماعی تشخیص بده این متن در هوش مصنوعی تولید شده بعد که اینو تشخیص داد اگر خواست برای جامعه هدفی انبوه ارسال بشه یا روباتیک ارسال بشه متوجهش بشه جلوشو بگیره میشه همچین چیزی رو با هم شبکه بکنن هماهنگ بکنن شاید مثلا 10 سال پیش درباره توییتر صحبت میکنیم خیلی جلو حرکات رباتیک یا چیزهای از این دست رو نمیتونست بگیری یا مثلا اینستا و فیسبوک 10 سال پیش عکس سر حسن نصرالله رو نمیفهمیدن که باید تشخیص بدن حذف کنن مگر اینکه یعنی دستی کسی انجام میداد الان اینا رو میفهمن پس همچین چیزی هم میتونه امکان پذیر باشد خطرناک کجاست وقتی انجام بده جامعه خودش رو باش مدیریت میکنه جامعه ما رو که مدیریت نمیکنه جامعه ما باید بخوره زمین برای به چالش کشیدن ما قطعا ازش استفاده خواهد کرد و برای اینکه خودش رو در مقابل هر چالشی حفظ بکنه روی اینها متمرکز خواهد من اینو لازم بود ادامه بدم ببخشید خدمت شما ارائه بدم اگر دوستی کسی عزیزی میخواد روی مسئله هوش مصنوعی کار بکنه اینها رو بهش تحمل داشته باشه گوشه ذهنش داشته باشه و مرور بکنه اگر شما نکته داشتین بحثی بود حتما در قالب پیام برایم بفرستین نکته ای رو باید خدمت شما یادآوری بکنم ما دنیامون داره وارد مسیری میشه به سمتی حرکت میکنه که در این سمت همه چیز فریبنده خواهد شد همه چیز به شدت فریبنده خواهد شد به جهت اینکه شما باورهای خودتون رو از دست بدید به جهت اینکه شما به خودت بیای ببینید آقا مسائل رو مفاهیم رو و داستانهای از این دست رو طور دیگر داری میفهمی نسبت به این مسائل هوشیار باشین نسبت به این مسائل هوشیار باشین طول اینترش نمیکنم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برایم بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر